سخنرانی استاد پناهیان با موضوع عقلانیت در قرائت دعا، احساسات در قرائت قرآن. شبکه افق، سحرهای ماه مبارک رمضان، سال 96، قسمت 10. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز شبکه افق، به افق سحر خوش آمدید و ممنونیم از اینکه شبکه افق و این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. همچون سحرهای قبل در خدمت حاج آقای پناهیان هستیم و افتخار میزبانی ایشون رو داریم در ادامه بحث بسیار شیرینی که ایشون از ابتدای ماه مبارک رمضان مطرح کردن. حاج آقای پناهیان، یه اشاره شما داشتید و فرمودید توی بحث‌های سحرهای قبلی و برنامه‌های قبلی در مورد اینکه قرآن رو باید با حزن خوند، در صورتی که انواع احساسات در قرآن هستند و انواع آیه ها هستند که احساس‌های مختلفی رو به خواننده قرآن میدن. این تأکید بر حزن و اندوه علی ظاهر به خاطر چیه؟ دلیلش چیه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا همونجوری که فرمودید واقعا من اشاره کردم. اجازه بدید من چند تا روایت بخونم که این اشاره ها تبدیل بشه به تصریح. بعد دفعه بعد خواستید سوال کنید، بفرمایید که همونطور که تصریح شد. چون خوبه که ما برخی از متون رو از نزدیک ببینیم. می‌فرماید امام صادق علیه السلام: ان القرآن نزل بالحزن، قرآن با حزن نازل شد. درست. فقرؤه بالحزن، شما هم با حزن اون رو بخوانید. حالا این سوال شما رو تشدید می‌کنه. بله، این روایت ها رو داشتم از قبل، ولی خب دنبال فرصتی می‌گشتم که مطرح کنم. با این سوال شما بهتر میشه که سوالی مقدار تقویت میشه. واقعش اگر ما بتونیم خوب توضیح بدیم که حزن هنگام قرآن خوندن چی هست، واقعا نمیتونیم توضیح بدیم که حزن هنگام نزول قرآن چجوری بوده. اون دیگه چرا جبرئیل امین چرا با حزن این رو نازل کرده؟ یعنی اون توضیحش تازه سخت‌تر میشه. جنس همین حزن دنیاییه. حالا اجازه بدید چشم من عرض میکنم. ان القرآن، پیامبر گرامی اسلام میفرماد ان القرآن نزل بحزن، با یه حزنی نازل شده. دفعه قبل فرمودن با حزن نازل شده در حدیث امام صادق علیه السلام. در حدیث پیامبر گرامی اسلام میفرماد با یه حزنی نازل شده. فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَتَحَازَنُوا، وقتی که میخونید قرآن رو پس خودتون رو به حزن بزنید. بله. سوق بدید. یعنی آدم ممکنه این حس درش ایجاد نشه، ولی خوبه این حس رو در خودش سعی کنه که ایجاد بشه. خود به خود و عمیقا ممکنه حزن پدید نیاد در دل انسان، ولی انسان تظاهر به اون حزن بکنه هنگام شروع به قرآن که میکنیم، این گوشه ذهنمون باشه که باید این شکلی قرآن رو. دقیقاً. این که گوشه ذهنمون باشه خیلی مهمه، خیلی اثر داره. خب دیگه کلمات دیگری هم هست در این باره، روایات دیگری هست: ان احسن الناس قراءه من قرأ القرآن يتحزن به، بهترین قاری قرآن کسی است که وقتی قرآن رو میخونه خودش رو با این قرآن محزون بکنه. خب حالا دیگه پس از اشاره در اومد، تصریح بله، شد کاملا. اما سوال شما یک سوال اساسی است که چرا اساسا تو معنویت اینقدر حزن جاریه؟ چرا اینقدر اولیاء خدا به حزن سفارش کردن؟ مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید قلوبهم محزونه، قلوب اهل تقوا همیشه محزونه. این حزن همون جوری که در سوال دومتون اشاره کردید با غم، اندوه، دردی که ناشی از بن‌بست هاست، ناشی از شکست هاست، ناشی از ماتم زدگی و افسردگیه، یقیناً فرق میکنه. ناکامی های دنیایی مثلا. بله. بله. یقیناً متفاوته. این حزن رو که در معنویات هست و هنگام قرائت قرآن هست، این حزن رو باید ما دقیق ترجمه کنیم. همونطور که فرمودید احساسات دیگری هم هست. حالا در کنار احساسات دیگر که هنوز بهش نرسیدیم، این یکی از اصلی ترین احساسات و عواطفی است که ما باید هنگام قرائت قرآن داشته باشیم. قبلا تا اینجا
بحث میکردیم کلن میگفتیم احساسات رو همراه کنیم. بله. چون اصلا احساسات مایه لذت بردن انسان میشه، البته اگر احساس مثبتی باشه. حالا در مورد حزن، این حزن یک احساس مثبته، چیزی شبیه به آرزوس و آرزومندی، آرزویی که میدونی قطعا بهش میرسی. این حزن رو میشه ترجمه کرد به اشتیاق، منتها این اشتیاق وقتی که زیاد باشه هرچی هم بهش وعده بدن که آقا به این زودی شما بهش خواهی رسید، باز گریه میکنه، میگه پس کی، بیتابی میکنه، عشق میریزه. حزن بچه ها رو ببینی چه گریه این میکنن، ما ها نمیتونیم مثل اونا گریه کنیم، ولی ما میدونیم دل بچه ها شاده. بچه‌ها هیچ وقت غم تو دلشون راه پیدا نمی‌کنه، بیشتر هم گریه می‌کنن. ما چون آدمای غمگین و افسرده هستیم نمی‌تونیم گریه کنیم. ماها در رنج‌ها و بن‌بست‌ها دچار ناراحتی، غضب، دچار کینه، ناامیدی و یأس می‌شیم. اینا اشک آدمو جاری نمی‌کنه، اینا حزن آدمم از بین می‌بره، اون حزن معنوی قشنگ رو. چجور اینجا فرمودن قرآن رو با حزن بخونید، بعد خود قرآن کریم میفرماد که مؤمنین هیچ حزنی ندارن. بله همینطوره. پس حزن به معنای منفیش اگر بخوایم در نظر بگیریم، واقعا مؤمنین هیچ حزنی ندارن، نه در دنیا نه در آخرت. اما چرا درباره مؤمنین در دنیا حزن اطلاق شده و این حزن پای قرائت قرآن بیشتر داره خودشو نشون میده؟ این حزن ناشی از شدت محبت اونهاست برای اینکه به یه جاهایی برسن، از مراتب بلند معنوی، بله، مراتب عالی تقرب، مراتب عالی پاکی، که میخواد از اون گناه جدا بشه، از اثر گناه جدا بشه. یکمی ملموس صحبت کنم، میدونید کیا برای گناهاشون بیشتر گریه میکنن؟ کسانی که خدا بهشون بفرماد که ببین من قطعا بخشیدمت، دیگه حرفشو نزن، خیالت راحت، از فردا یاد اون گناه که میفته مثل ابر بهار گریه میکنه. گریه ما در استغفار و در دعا ناشی از شدت گناهکاری نیست، ناشی از شدت امیدواری ما به خداست، ناشی از شدت علاقه ما به پاکیه. امتحان کنید حالا یک کسی این رو دریافت کنه از پروردگار عالم، در یه خوابی بشارتی ببینه، نمیدونم به چه دلیلی اتفاقی بیفته که این رو دلیل بگیره برای اینکه خدا دوستش داره، خدا این پیام رو بهش بده. یعنی این حزن رو نمیشه هم معنای قصه گرفت؟ بله، هم معنای قصه به معنای اندوه دنیایی نیست. قصه باز هم احیاناً برای اون آرزو و اشتیاق بلند اگر بگید اشکال نداره، ولی تعبیر رساترش که حالا عرض کردم شاید این باشه که غم‌های دنیایی مال رسیدن به بن‌بست هاست، غم‌های آخرتی مال عبور از بن‌بست ها و گشایشی است که انسان می‌بینه. اگر کسی لطف خدا و مهربانی خدا رو نبینه نمیتونه گریه کنه، چون کسی که سوء زن داره با استرس و نگرانی میشینه در خونه خدا، اصلا حرفم نمیزنه، یعنی خدا منو میبخشه، من چی بگم آخه؟ به بخشش خدا سوء زن داره؟ بله، کسی که به بخشش خدا سوء زن داره نمیتونه گریه کنه، کسی که یقین داره بیشتر گریه میکنه. و حتی اگه بهش بگن آقا ما تو رو بخشیدیم، مگه امام سجاد علیه السلام بیشتر از همه مؤمنین گریه نمیکرد؟ او یقین داشت مورد عنایت و لطف خداست. امام میفهمه، امامه دیگه. بله. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بیشتر از امام سجاد گریه میکرد، پیامبر اکرم که بیشتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام گریه میکردن، صلوات المسلمین علیه و علی آله الطیبین. خب اینا چرا گریه میکردن؟ اینا به دلیل اینکه میدونستن خدا چقدر دوستشون داره. حضرت زهرا سلام الله علیها چرا اینقدر گریه میکرد؟ به دلیل اینکه به شدت مشتاقه. حزن معنوی پس جنسش با حزن دنیایی فرق میکنه. حالا چرا قرآن رو با حزن بخونیم؟ تا الان حزن خوشگلیش دیده شد دیگه. بله. چرا قرآن رو با حزن بخونیم؟
خیلی عجیبه واقعا. قرآن کارش پرورش دادن آرزوهای قشنگ آدم، اصلا کارش اینه، با دل آدم بازی میکنه. کار قرآن اینه که حتی اون آیه هایی که از عذاب الهی درش صحبت میشه، کارش اشتیاق افزایی در دل مؤمنه. خواهش میکنم مؤمنین با دقت نگاه کنید. آیه عذاب میشه اشتیاق جد. بله، چه جوری؟ شما میخواید یک کودکی محکمتر به مادرش بچسبه، یه غریبه ای رو بیارید بگید من میخوام تو رو بگیرم بغل کنم ببرم، استیحاش میکنه، وحشت بله. میکنه، محکمتر میچسبه به مادرش. اصلا اونجا تازه ابراز محبت شروع میشه، درسته؟ همینطوره. آیات عذاب الهی شدیدتر مؤمنین رو به خدا متصل میکنه و اصلا مؤمنین مثل ما آیه عذاب نمیخونن، اونا همش دارن با اینا عشقبازی میکنن و خدا قصدش همین بوده، قصدش اون ترسوندنی که ما اسمشو میذاریم وحشت و استرس و اعصاب خوردی. مگه خدا آزار داره که بخواد ما رو اذیتمون بکنه؟ نعوذ بالله. خداوند متعال همه کاراش قشنگه، همه کاراش رحمته. عذاب رو نشون میده، فرمود در روایت که عذاب حیاشتن هست برای اینکه تو رو هول بده اون ور و تو اشتیاقت به خدا بره بالا. حالا جالبه اگر دقت کنن دوستان و مؤمنین، معمولا هر کجا آیه عذاب هست کنارش آیه بهشت هست. این دوتا یه توازنی رو ایجاد میکنه. خوف و شوق واقعا دو بال هستن برای دلهای ما که پرواز میکنن. بنده تلقیم از حزن شدت اشتیاقه که یه غمی میاره. اتفاقا من این جمله رو در یکی از کتابهای حضرت امام خوندم، نمیدونم شعر مال کیه، تو یکی از کتابهای حضرت امام نوجوان بودیم ما دیدیم، گفت مهنت قرب ز بعد افزون است. بعد یعنی دور بودن، قربم یعنی نزدیک بودن. مهنت قرب ز بعد افزون است، جگر از مهنت قربم خون است. چقدر قشنگ اون نقطه رو نگاه کرده الهی که ما جگرمون خون بشه از مهنت قرب، از بس که درک کرده محضر پروردگار و بعد نمیخواد جدا بشه و بعد میخواد بیشتر اتصال پیدا کنه و بعد بیشتر میخواد بره جلو. اونی که چشیده میفهمه، اونی که نچشیده که متوجه نیست. پس خواهش میکنم درباره حزنی که هنگام قرائت قرآن به ما فرمودن، ما نگاهمون رو دقیق بکنیم، بگیم خوش به حال اونایی که میتونن محزون بشن هنگام قرائت قرآن. چه دل باصفایی دارن، چقدر اشتیاق دارن، چقدر آرزوهاشون رو خدا تحریک کرده. خدا این نگاه ها کمک میکنه، این تعابیر کمک میکنه که ماهایی که این شکلی نیستیم هم نزدیک بشیم به این فضا، یا مسیر دیگه ای داره بعد باید بیایم سراغ این شکلی قرآن خوندن؟ نه نه، ما همین گفتگویی که داریم، همین انتظار، همین نگاه واقعا کمک میکنه به انسان. مهمترین عامل برای حرکت انسان و پرواز کردن انسان، نورانی شدن انسان، همین توجهه، همین فهمه. این فهمو هنگام قرائت قرآن به کار بگیریم. بذارید من یه نمونه فوق عالی براتون بخونم از حزن و گریه که این معناش اشتیاقه. نمونه ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام گریه کردن به حدی که بکا حتی ارتفع نحیبه، اینقدر گریه کردن صدای زجه حضرت بلند شده بود موقع قرائت قرآن. حالا ببینید چه آیه ایه، میشه اینو به مسابقه گذاشت. من البته شرمندم از این که سحرها وقت مؤمنین رو دارم میگیرم، حالا به سهم خودم، منتها اندیشیدن هم یه عبادت بسیار قیمتیه. اندیشیدن و تفکر بزرگترین بیشترین عبادت حضرت ابوذر بوده. ثواب یک ساعت اندیشیدن به عنوان عبادت بالاتر از ساعت‌های فراوان نماز و قرآن و دعا خوندنه. من امیدوارم که این که ما سحرها فکر دوستانمون رو داریم به کار میگیریم، این رو به عنوان عبادت حساب کنن.
و الا منم دوست دارم ساکت باشم و یا همراه با دل مؤمنین که دارن مناجات میکنن همراهی بکنم. خب دیگه اینجوری اومدیم مزاحم شدیم. به هر حال در داستانی که در مناقب خوارزمی ذکر شده میگه من داشتم قرآن رو میخوندم برای امیر المؤمنین علی علیه السلام در مسجد جامع کوفه. ببینید پس میشه قرآن رو کس دیگه بخونه، آدم گوش بده لذت ببره، حتما نباید خودش بخونه. این خیلی جالبه، گوش کردن قرآن هم یه لذتی داره. اولیاء خدا این کار رو میکردن، حتی امام صادق علیه السلام سفارش میکردن یکمی قرآن بخون. روایت ها تو این زمینه قشنگ هست و زیاد، من حالا بعضیاش رو انتخاب کردم، در روزهای بعدم بهش خواهیم پرداخت انشالله. میگه تا رسیدم به این آیه قرآن، مشخصاتش رو هم توضیح میده. این آیه همون آیه ای که دیگه امیرالمومنین نتونست جلو گریه خودش رو بگیره، داشت زجه میزن. گریه هم که معمولا میگن نتیجه حزن دیگه، بله. این اون حزنیه که هست. حالا چه آیه ای باشه خوبه، کاش مسابقه میگذاشتیم کسانی که این روایت رو ندیدن حدس بزنن بگن. میفرماید که والذین آمنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات، کسانی که ایمان و عمل صالح میکنن در باغهای بهشتن. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اینها هر چی دلشون بخواد خدا بهشون میده. ذالک هو الفضل الکبیر، این اون فضل با عظمتیه که خدا به مؤمنین میده. دیگه گریه امیرالمؤمنین بند نمیاد، این معنای اون حزنیه که ما باید تمنا کنیم از خدا بهمون بده. الهی که دل شکستگی همیشه اینجوری باشه. اونجایی هم که در روایتی دیدیم پیامبر گرامی اسلام شروع کردن گریه کردن، روزهای قبل مرور میکردیم برای آیه عذاب، باز هم از سر محبت و شفقتی بود که برای اشقیا داشتن و گریه میکردن. بازم تهش محبته. ببینید هیچ حزن معنوی خوبی ما نداریم، هیچ حزن معنوی نداریم، چون حزن معنوی خوبه دیگه، هیچ حزن معنوی نداریم که برآمده از شادی، محبت، شوق و نشاط نباشه. خوف هم همینطوره. من حالا فرصتی باید بشه بعدن یکی از دلایل احساساتی شدن پای قرائت قرآن رو توضیح بدم انشالله، عرض خواهم کرد. با این آیه‌ای که شما قرائت کردین تشخیص این که کدوم آیه حزن برانگیزتره سخت میشه برای ماهایی که سطحی تا حالا قرآن خوندیم. تشخیص میخواید چی کار بدید؟ شما لذتش رو ببرید، شما بخونید و آیه عذاب یه جور شما رو احساساتتون تحریک کنه، بعد آیه بهشت و نعمت الهی یه جور، لذتش رو ببرید. آب میوه‌های خوشمزه متفاوتی هست، گاهی این آدم انقدر لذت میبره یعنی کاری نداره این آب میوه، آب کدوم میوه بود اینقدر خوشمزه اینقدر. ولی خب برای اینکه ما ارتباط برقرار کنیم این انواع حزنها رو و انواع منشأ حزنها رو باید بررسی بکنیم، تطبیق میدیم با آیات کریمه قرآن. این آیه در سوره شورا آیه 22 بود، واقعا هم مضمون بالایی داره. لهم ما یشاؤون عند ربهم، برای اینها هر چی دلشون بخواد نزد پروردگار هست. یه کمی فکر میخواد دیگه، آدم فکر کنه شاید به اون اشتیاق کمک بکنه. ذالک هو الفضل الکبیر، اصلا فضل الهی دل آدم رو میبره. و شما در اینجا ببینید خدا چجوری با دل ما بازی میکنه. نمیخوای؟ دلت نمیخواد؟ واقعا خدا قصد داره ما رو تحریک کنه، وسوسه کنه، و ما اگه تحریک نشیم خیلی بیمزه ایم. خدا با قصد تحریک ما داره برخورد میکنه. ما مثل ماست همینجوری نگاه کنیم خب ما حالمون خوب نیست. چرا میفرماید که وقتی قرآن میخونی با حزن بخون؟ برای اینکه خدا قصد داره ما رو تحریک کنه، و البته بدون فهم تحریک حاصل نمیشه، قبول دارم. بعد از تحریک هم باز فهم بیشتر حاصل میشه، اینم باید گفت. محفوف به فهمه، از دو طرف محاصره شده با فهمه.
حزن بین دو تا گیومه فهم قرار داره. تعبیر دقیق. ولی این حزن خودش انقدر زیبایی داره، اگر یه نفر بخواد شما رو تحریک کنه بعد شما تحریک نشید، یه کمی انگار توهین کردی. و بعد این فرد اگه بخواد خدا باشه، مثلا یه شاعری شعری گفته داره برای شما میخونه، میدونید که آداب شنیدن شعر از یک شاعر چجوریه؟ باید بگی به به، احسن احسن. مثلا اگه من این صحنه رو یه بار دیدم، یه شاعری داشت شعر میخونه، یه کسی قصد کرد اذیتش بکنه، اون واقعا هم شعرهای قشنگی بود، هی با چشم گشاده بهش نگاه میکرد و شعرشو میخون، اون همجوری ماست نگاه میکرد، بعد گفت حالا که چی مثلا. خیلی اون آقای شاعر ناراحت شد. ماها گاهی از اوقات با خدا داریم اینجوری برخورد میکنیم. کچی مثلا میگیم. بله. اتفاقا این تعبیر کچی مثلا در قرآن آمده، که میفرماید کافران وقتی که مثالی از قرآن زده میشه میگن کچی مثلا. حالا تعبیر این آیه قرآن رو من حفظ بودم، الان ذهنم نمیاد. مازا اراد الله به هازا مثلا، تعبیر شبیه بینه کچی مثلا. حالا مثلا اینو گفت کچی، این کچی مثلا چه خطرناکه اگر ما اینجوری با قرآن روایتشو ما خوندیم چند روز پیش دیگه، که اصلا اگر شما با عاطفه و احساس قرآن نخونید بی احترامی به پروردگار عالم هست. خب ما آیه قرآنمون رو امروز خوندیم، ولی اجازه بدید که باز یک آیه از قرآن کریم مرور بکنیم، که حالا در آغاز جزء دهم قرآن هم هست این آیه کریمه. در کنار اون آیه بسیار شیرین، این که بنده عرض میکنم خدمت مؤمنین عزیز که قرآن با دل آدم بازی میکنه، این آیه رو فقط دوستان دقت کنن. ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا، اگه میدیدی، اگه میدیدی، لو ترا یعنی همین، اگه میدیدی کافران رو وقتی که ملائکه اینا رو گیر میارن باشون چی کار میکنن. الملائکتو یدربون وجوههم و ادبارهم و زوقو عذاب الحریق. این توصیفهایی که پروردگار عالم انجام میدن برای چیه؟ ببخشید، برای چی اینجوری با جزئیات توضیح میدن؟ نمیخوان با دل ما بازی کنن. میفرماد ملائکه تو صورت اینا میزنن، سیلی بهشون میزنن و به پشت اینها میزنن، کتک زدن رو ترسیم میکنه خدا با جزئیات. با جزئیات چرا این کارو میکنه؟ بعد اینها عذاب حریق میچشن، بعد آیه بعد میفرماید این به خاطر کارایشی کردن ها، نه اینکه ملائکه خشن باشه، این به خاطر دالکه به ما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید، و خدا ظلم نمیکنه به کسی، خدا خشن نیست. هر چی کاشتن دارن درم، این مال کار خودشه. من فکر میکنم مؤمنین یه نوع گریه پای آیه اول میکنن، یه نوع دیگه ای گریه پای آیه دوم. خدا میفرماد من ظلم نمیکنم، این گریه میکنم، این میدونم خدا، من که میدونم تو ظلم نمیکنی. انشالله خداوند متعال به ما توفیق بده که با احساس قرآن بخونیم، که البته برآمده از اندیشه است و آورنده اندیشه. انشالله دست شما در نکنه. خیلی شیرین بود برای ما این جلسه، ممنونم. متشکریم از بینندگان عزیز شبکه افق و برنامه به افق سحر.